درود بر هم میهنان عزیز، امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت با خلاصه اخبار اوکراین در خدمت شما هستم. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده میگوید روند صلح در افغانستان با سرعتی که انتظار میرفت پیش نمیرود و طالبان در کاهش خشونت در آن کشور جنگ زده کوتاهی کرده است. مایک پومپئو بار دیگر یادآوری کرد که قصد رژیم ایران از برداشته شدن تحریم ها صرف هزینه برای تروریسم است و افزود هیچ کس نباید فریب این رژیم را بخورد. اگر واقعا به فکر مردم خودشان بودند رفتاری به طور کامل متفاوت اختیار می‌کردند. صبح امروز فرودگاه بین‌المللی بغداد توسط سه موشک کاتیوشا هدف قرار گرفت. دستگاه امنیتی عراق ضمن تایید این خبر اعلام کرد که این حمله خسارت جانی نداشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در حمله دوشنبه شب اسرائیل به مواضع نیروهای حکومت ایران و شبه نظامیان وابسته به آن در دیرالزور 14 نفر با تابعیت ایرانی و عراقی کشته شدند. مقامات دفاعی اسرائیل فاش کردند نیروهای سپاه قدس در حال بیرون کشیدن از سوریه و بستن پایگاه‌های نظامیشان هستند.